سلام به شما دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا هستین حالتون عالی باشه. احتمالاً میدونین هتل اطرس یکی از گرون‌ترین هتل‌های شهر دبی که حتی هزینه اقامت اینجا از یک شب بودن در برج خلیفه هم گرون‌تره. اینجا نشسته بودم تو طبقه 20 داشتم این ویو زیبا رو می‌دیدم و به این فکر می‌کردم که این قایق‌های تفریحی که پایین پارک هستن اینا هر کدوم حداقل بالای 1,000,000 دلار قیمتشون. چطور میشه که بعضیا تو این لول زندگی میکنن و بعضی هم فقط دنبال اینن که بتونن هر طوری که شده سر ماهو به ته ماه برسونن، از پس اجاره ها بر بیان، قسطاشون رو بدن و هزینه زندگیشون رو بدن؟ چه تفاوتی هست بین آدم هایی که تو این لول زندگی میکنن با آدم هایی که دارن در آسمان ها هر کاری که دلشون میخواد میکنن؟ اجازه بدید من جواب این سوال رو بهتون راحت بدم. تفاوت توی ذهنیت آدم هاست، تفاوت توی هدف گذاری آدم هاست. اون آدمی که داره ماهی چند صد میلیون تومان درآمد کسب میکنه، وقتی که ماهش رو شروع میکنه دنبال اینه که چطور میتونه به چند صد میلیون تومان برسه، و اون آدمی که داره سر ماه تا ته ماه رو فقط حساب کتاب میکنه که چجوری از پس قسطاش بر بیاد و اجاره‌اش رو بده، اونم فقط داره به این فکر میکنه که آقا من چطور میتونم تا آخر ماه یه 2 تومن 3 تومن درآمد 5-6 میلیون تومان جور کنم که بتونم از پس هزینه‌هام بر بیام. اینکه شما چطور کدوم گروه باشین کاملا دست شماست. چرا اینو میگم؟ واسه اینکه من خودم از یک خانواده کاملا معمولی اومدم، زمانی که ایران رو ترک کردم اومدم اروپا برای ادامه تحصیل، یک جوونی بودم بدون پشتوانه خاصی، نه از خانواده پولداری بودم نه پارتی خاصی داشتم نه هیچی، ولی این رو میدونستم که اگر پدر پولدار نداری، اگر پارتی گردن کلفت نداری، باید اونقدر دانش و تخصص کسب بکنی تا بتونی از طریق اون دانش و تخصصت زندگیت رو بهتر کنی و بتونی برای خودت اون زندگی میخوای رو بسازی. پس چسبیدم به کسب مهارت و دانش، یعنی یک جوری این آتش یادگیر رو داشتم که زمانی که کار میکردم هر چی وقت آزاد برای من میمونه وقت آزاد رو صرف یادگیری میکردم. اونم نه یادگیری صرفا یک مهارت، نه باید تک بودی باشید، باید بتونید چند بودی باشید، مهارت های مختلف رو بلد باشید، از مهارت های در واقع پولساز بگیر تا مهارت های سرمایه گذاری، مثلا که این پولی که کسب کردید رو باید بتونید رشدش بدید از طریق سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، مهارت های برنامه ریزی، مهارت های متعددی هستش که شما باید اونها رو بدونید و ضمناً یک ذهنیت درست نسبت به پول، سرمایه گذاری، مسائل اقتصادی داشته باشید، یک ذهنیت درست نسبت به مسائل موفقیت داشته باشید تا بتونید به اون چیزی که دلتون میخواد برسید. اما نگران نباشید، تمام اینایی که گفتم یاد گرفتنیه، یعنی اینطوری نیست که شما بگید من استعدادش رو ندارم یکی دیگه استعدادش رو داره، نه اصلا اینطوری نیست. تمام آدمهای موفق حالا یا بر حسب تجربه این چیزها رو یاد گرفتن، یا مثل من یالم هزینه کردم وقت گذاشتن دورهای آموزشی مختلف رفتن، کتابها خوندن، سمینارها رفتن، ورکشاپ ها شرکت کردن تا بتونن که این چیزها رو یاد بگیرن. اگر من تونستم این کارها رو بکنم شما هم میتونید انجامش بدید، من بهتون قول میدم شما هم میتونید، به شرط اینکه مرد عمل باشید، همت بکنید، واقعا بخواید. اگر شما هدفتون رسیدن به اون درجه از موفقیت هست، اون درجه از زندگی عالی رو برای خودتون و خانوادهتون میخواید بسازید، این امر شدنیه. ولی یه لحظه صبر بکنید، یه لحظه مسیر زندگی که دارید توش میرید رو پاس کنید، یه نگاهی به دور و برتون بکنید، ببینید آیا روزمرگی های شما، مثلا ساعت 8 صبح پا میشید میرین سر کار، 6 غروب برمیگردید، ببینید آیا این کاری که دارین هر روز انجام میدید در راستای اون هدف بالای شما هست یا نه. اگر نیست شما دارید اصلا کلا مسیر اشتباه میرید. میدونم شما باید حتما کار بکنید تا یه پولی در بیارید که زندگیتون رو بگذرونید، ولی اگه هر روز بخواد همین اتفاق بیفته، شما چند سال پیش الان و چند سال بعدتون هیچ فرقی با هم دیگه نخواهد کرد. من تمام چیزایی که یاد گرفتم تو طول این سالها رو اومدم کنار هم دیگه گذاشتم، از مطالب آموزشی راجع به سرمایه گذاری بگیر تا مطالب راجع به موفقیت، تا مطالب راجع به مدیریت، تا برنامه‌ریزی، پلن‌گذاری و و و و و و همه چیزایی که یاد گرفتم و من رو تونست از نقطه صفر به اینجا برسونه رو کنار هم گذاشتم و یه مدلی شد به اسم PS3M. من اینو کامل توی ویدیوی دیگه توضیح دادم. اگر واقعا دوست دارید که زندگی خوبی برای خودتون بسازین، هزینه نداره این ویدیو رو بکشین بالا یا رو لینک زیر ویدیو کلیک بکنید و اون ویدیو PS3M رو ببینید. اونجا من کامل برای شما توضیح میدم که چطور آدم میتونه چیزهای مختلفی رو که باید یاد بگیره در کنار همینها رو بذاره و هر کسی فارغ از اینکه الان تو چه خانواده‌ای هستین، تو چه سطح درآمدی هستین، کجای دنیا زندگی می‌کنین، هیچ فرقی نمی‌کنه، هر کسی می‌تونه به اون اهداف و آرزوهایی که داره برسه. اگر من رسیدم و خیلی دیگه رسیدن، شما هم می‌تونید. امیدوارم که بتونم اون چیزایی که بلد هستم رو به دیگران هم یاد بدم تا این مسیری که من طی سال‌ها گذروندم دیگران بتونن در مدت کوتاه‌تری بگذرونن و اینطوری بتونیم با هم دیگه یک جامعه از افراد موفق بسازیم.
خیلی دوستتون دارم. ان شاءالله که همیشه موفق و ثروتمند باشین و ان شاءالله که حال دلتون همیشه خوب باشه. ویدیو رو یادتون نره که ببینید. قربون شما. فعلا.